درود به شما هم میهنان خوبم در سرتاسر جهان، در خدمت شما هستیم با بسته تحلیلی امروز در این ساعت. در ابتدای برنامه همراه میشیم به آقای واحدی با برنامه‌ای با عنوان تحلیل اتفاقات مهم کشور بدون سانسور، و در بخش بعدی میپردازیم به لایحه جنجالی در ایستگاه آخر. مجمع تشخیص مصلحت لایحه عفاف و حجاب رو تایید کرد. تا پایان با ما همراه باشید. در این برنامه آقای واحدی با اشاره به اخبار مهم کشور در کنار بحث فساد در چای دبش به دو خبر مهم دیگه میپردازه که یکی آهنگ آمین یا رب العالمین ساسی مانکن و دیگری به دلیل عقب نشینی حکومت در مقابل نافرمانی مدنی صادق بوقی و برگشت پیج اینستاگرامی و فعالیت دوباره این شیرمرد گیلانی اشاره میکنه. ایشون در این برنامه درباره اینکه جمهوری اسلامی میتونه با پخش اخبار فیک و حساب روی حماقت بعضی از مردم افکار عمومی رو از اتفاقات مهم کشور به مسیری که خودش میخواد جهت میده و حواس پرتی رو برای عامه مردم ایجاد میکنه صحبت میکنه. آقای واحدی در ادامه آخرین اخبار از فسادهای موجود در کشور رو به سمع و نظرتون میرسونن. شما رو دعوت میکنیم این برنامه جالب رو تماشا بفرمایید. در کنار بحث بسیار مهم چای دبش که واقعا یکی از هنرنمایی های دبش مجموعه حاکمیت فاسد و لواط زده جمهوری اسلامی بود، در کنار این بحث مهم دو تا بحث دیگه هم وجود داشت که خب اون هم توجهات زیاد رو جلب کرده. یکی آهنگ آمین یا رب العالمین ساسی، من عمدن با این اسم میگم برای این که ریاکاری و تظاهر و مذهب سواری جمهوری اسلامی رو به تمسخر گرفته. همین یتیکش به خصوص خیلی تطابق داره، هم رفتار و حرکات بدنی و دست و قد و قواره ساسی و هم عنوانی که استفاده کرده. حالا شاید بهترین برداشت این باشه که جمهوری اسلامی هر فسادی هم که داره رنگ و بوی مذهبی بهش میزنه. اینجا این کار رو یا مثلا ناشی از دعای خیر رو نشان دهنده اراده الهی جلوه میده. بحث صادق بوقی رو هم که شنیدید و بحث چای رو هم که شنیدید. خب من تحلیل های متفاوت و برداشت های متفاوت، حدسیات گوناگون شنیدم. بعضیش به نظر من یک جور جلوه دادن، اینطوری که جمهوری اسلامی انقدر برنامه‌ریزی داره و انقدر حساب شده است که میتونه هر چیز رو هدایت بکنه و افکار اون رو در دست بگیره. البته جمهوری اسلامی رو حماقت بعضی از ماها حساب کرده که ما اون چیزی رو که میخوایم جمهوری اسلامی ازش نفع ببره تحلیل میکنیم یا ناخودآگاه اتفاق میفته، ولی واقعیتش این نیست. جمهوری اسلامی از هم پاشیده تر از این حرفاست که انقدر برنامه‌ریزی داشته باشه. اما همواره من گفتم این هنر رو داره که از اتفاقاتی که میفته یک رسوایی و جدید رو به خوبی ازش استفاده کنه، برای اینکه رسوایی قبلیش رو تحت شعاع قرار بده. ببینید این اتفاقاتی که مجموعه افتاد تا بحث چای دبش، یه نکته جدیدی هم کشف شد، اونی که روزنامه هم‌میهن نوشته بود که همین شرکتی که فساد چای دبش بهش منتسب شد و در واقع هم پوشش هستن دیگه. چه کسی باور میکنه که شرکت اصلا توان مالی داشته باشه که بتونه 3 میلیارد دلار پول بگیره بره برای صادرات یا برای واردات؟ اصلا ارقام دیگه از حساب و کتاب در میاد. و ضمن این که ده ها و صد ها رقیب و درگیری داخلی و تلاش برای بدنام کردن وجود داره، در یک دوره حدود 3 ساله یک شرکت خاص بتونه برای یک کالایی که اصلا اولویت نداره و اونقدر اصلا مصرف نداره اینقدر دلار بگیره، این مشخصه به جایی محکم و خیلی سفت چسبیده. و اتفاقا انگیزه برای افشاگری یک همچین فساد بزرگی هم از همونجا ناشی میشه. به عبارت دیگه اگه این مربوط به بخش خصوصی بود، هیچ بخش از حکومت اینقدر انگیزه نداشت، یک بخش خصوصی عادی انقدر انگیزه نداشتن که بیان روش سر صدا بکنن. این اتفاقا همینقدر که بخشی از حاکمیت اصرار داشته این رو علنی کنه و دیروز هم مشخص شد که با اظهار نظر اون نماینده مجلس مشخص شد که گروه قالیباف هم درش دست داشتن،
با اظهار نظر رئیس دیوان محاسبات آقای احمد رضا دستقیل که گفته بود که باید نهادهای نظارتی قبل از افشاگری در مورد با یک نهاد تخصصی که منظور خودشون بود همون دیوان محاسبات فاسدی که حالا در موردش بارها صحبت شد گفته بود که نباید قبل از مشورت با یک نهاد تخصصی این آمار رو ارقام رو اعلام کرد. و احمد رضا دستقیل از در واقع حقیرترین مزدوران قالیبافی که قالیباف خودش مزدور فساد و کثافتکاریه. به هر حال این که مشخصه یک آدم عادی نبوده و یک فرد خاص نبوده حتما جاهایی هست بعضی وقتا این لو رفتن ها به خاطر همین چیزی که حسین دهباشی نوشته که گفته نمیدونم شما هم مثل من همین حس دارید که وقتی یه چیزی یه فساد بزرگی لو میره یه جا احتمالا یه نفر سهم کسی رو نداده حالا اینم که یک احساس عمومی که در جامعه وجود داره در این مورد خاص میتونه صحت داشته باشه میتونه نشه باشه اما در مجموعه فسادخیز جمهوری اسلامی معمولا پشت هر افشاگری کمچین موضوعی وجود داره. خب نکته‌ای که من به این می‌خواستم اشاره کنم روزنامه هم میهن اشاره کرده که همین شرکت از بانک ها هم در سال گذشته 2900 میلیارد تومان تسهیلات گرفته که اگر این رو حساب بکنید با توجه که عرض 4200 تومانی ایشون گرفته برای واردات چای مثلا 700 میلیون دلارش از اینجا تامین میشه. خیلی جالبه که بدونید که هم از توبره میخورن هم از آخور چون همه پولو که فقط سال گذشته نگرفت ولی به هر حال 700 میلیون معادل 700 میلیون دلار از این پول از 3 میلیارد خورده ای از بانک ها تسهیلات گرفته. حالا این فقط در سال گذشته است، حالا مشخصه ممکنه سال قبلی هم تسهیلات گرفته باشه. یعنی طرف ببینید انقدر جایگاهش محکمه انقدر حواشه دارن که یک چای نامرغوب رو کشت کرده جایزه کشت گرفته، همین آشغال رو صادر کرده جایزه صادرات گرفته، بعد با پولی که از بانک ها گرفته رفته ارز 4200 تومانی خریده، رفته همین کارا رو وارد کرده و بعد به عنوان کالای چای درجه یکی هندی در بازار فروخته و سودش هم برده. خب یه همچین مسئله بزرگی شاید واقعا حتی اونایی هم که در اون بخش هم از حکومت که افشاگری کرده فقط میخواسته رو بخش دیگه فشاری بیاره، گمان نمیکردن که این ابعاد اینقدر گسترده بشه، گمان نمیکردن که صحبت‌های متناقض در مسئولان حکومتی که محسن اژه‌ای گفته که یک نفر مدیر متخلف هم به قوه قضاییه معرفی نشده، از اون رئیسی و دار دستش گفتن ما 60 متخلف رو برکنار کردیم به قوه قضاییه معرفی کردیم، اون رئیس دیوان محاسبات یه جور میگه، نماینده بر مجلس هر کدوم یه جور حرف میزنن. خب شاید فکر نمی‌کردن اینقدر توسعه پیدا کنه ولی به هر حال شده. اما مجموعه اتفاقاتی که پیرامون صادق بوقی، خب صادق بوقی هم یک انسان شریف شمالی که فوتبالی های استان میشناسنش و لابد کسان هم که مرتبط هستن فوتبالی های جای دیگه هم لابدشون میشناسن با توجه به اینکه ایشون پروپاگاندای تیم های شمالی هست، سپیدرود و ملوان به قول خودش میگه، من ظاهرا میگفتش که من ملوان رو بهش احترام میذارم عاشق سپیدرودم یه همچیزی، خلاصه حتما با توجه به اینها طرفداران تیم های دیگه هم میشناسنش. این یه شادی کرده بعد اومدن با سر و صدای خیلی زیاد، این مهمه که بیان صفحه اینستاگرامش رو بستن و بعدم گفتن خودش به همراه 11 نفر بازداشت شدن، 4 تا مغازه بلام شدن و بعد از 5 6 روز اعلام شد که خودش رو آوردن خبرگزاری فارس. اصلا ببین خیلی جالبه که این بازی ها چجوریه که کاملا مشخص شد دیگه خود سپاه مستقیم، یعنی معمولا در این طور اعتراف گیری ها صدا و سیما پیش قدم میشه اما در موردشون خبرگزاری فارس رفته باش مصاحبه تلویزیونی کرده، مصاحبه تصویری کرده و میگه نه من رو بازداشت نکردم دروغه و من شادی میکنم و یه چیزایی که اصلا دروغ دارن خارج از کشورم میگه که من بازداشت شدم. دقیقا مثل مادر آرمیتای عزیز که دستگیرش کردن بعد از دو سه روز آوردنش، دو سه روز هیچ خبری ازش نبود، بعد از دو سه روز اومد مصاحبه کرد گفت نه دروغه منو نگرفته بودن، مشخص بود یعنی همون دو سه روزی که غایب بود مشخص بود چه وضعیتی داره. بعد هم افراد دیگه، ولی اینکه خبرگزاری فارس با آقا صادق عزیز صحبت کرده نشون میده که پروژه کامل سپاهه. خود دو تا فرضیه وجود داره، من میخوام یکی از فرضیات رو رد کنم. یکی از فرضیات اینه که مثلا آقا صادق یه هماهنگی با اینها داشته که بیاد مثلا سرسلهی درست بشه که مسئله چای دبش تحت شعاع قرار بگیره. یه فرضیه دیگه اینه که جمهوری اسلامی استفاده کرد از این موضوع برای اینکه چای دبش رو تحت شعاع قرار بده یا مسئله دیگه.
من میخوام بگم ببینید، ما این بازی رو قبلا زیاد خوردیم که هر کس در میدان مبارزه هست به نفع جمهوری اسلامی، هم اومده گفتیم که طرف عامل خود جمهوری اسلامیه، روح الله زم، محمد نوریزاد، نمیدونم همین کسایی که زندان رفتن، یا یعنی حتی از زمان خانم نرگس محمدی، میگم که من بارها گفتم، من با اینکه هم با، حالا من اول فقط با اعطای جایزه بهشون مخالف بودم، معتقد اون افراد شایسته تر ازشون بودن برای این جایزه، بعدها با روند اعطای جایزه و سخنرانی که انجام شد و مهمانان بعضن عجیب و غریبی که در جلسه اعطای جایزه به خانواده آقای خانم محمدی وجود داشت، اینا من اعتراض دارم، ولی اینکه فضا سازی طوری بشه که بیان بگن ایشون عامل جمهوری اسلامی، این خیلی جمهوری اسلامی لذت میبره که بگن آقا آمریکا و انگلیس که عامل جمهوری اسلامی ان، روسیه که عامل جمهوری اسلامی، چین که با جمهوری اسلامی حال میکنه، همه مبارزین هم یه عده بگن رضا پهلوی با سپاه زده بنده، یه بگن، یه عده بگن نرگس محمدی عامل جمهوری اسلامی، این نعم المطلوب جمهوری اسلامی. ولی به هر حال اینو حواسمون باشه که به راحتی اگر کسی کاری انجام میده و حالا جمهوری اسلامی میتونه ازش سوء استفاده کنه، حالا یا ناشی از در واقع نادانی ما ها، یا ناشی از بعضی از تبلیغات اینها، اینکه جمهوری اسلامی میتونه از یک موضوعی سوء استفاده کنه ما رو به راحتی قانع نکنه که اون طرف عامل جمهوری اسلامی. اما این تیکه دوم شما میپذیرم که جمهوری اسلامی از این موضوع استفاده کرد و اتفاقا نادان ترین تشکیلات رسانه ای جمهوری اسلامی روزنامه همشهریه که در رأسش، در رأس اصلیش یک آدم فاسد الاخلاق و فاسد مالی به نام زاکانیه و دار دسته هم که اداره میکنه آدم بسیار پست فطرت به لحاظ اخلاقی هستن، به لحاظ رسانه ای هم که خیلی پستن و خیلی نادان. نادان ترین گروه رسانه ای حاکمیت فعلی جمهوری اسلامی روزنامه همشهریه و خیلی از گرمکاریاشون لو میده. این نکته خواهش میکنم دقت کنید. ببینید، پس من اول این جمله رو ببندم که مطمئنن از موضوع ساسیمان کن و موضوع صادق بوقی جمهوری اسلامی خیلی بدش نمیومد که موضوع حالا رسواگر چای دفش که یه بخشی از حاکمیت لوش داده بود این یه مقداری حالا فروکش کنه جریان رسانش. حالا میایم تو قصه صادق بوقی. روزنامه همشهری لو داده که کاری که جمهوری اسلامی در واقع حالا از نظر جمهوری اسلامی حسن استفاده، از نظر ماها سوء استفاده که جمهوری اسلامی از فضا کرده، اینه که فضا انقدر در مورد اتفاق صادق بوقی، ببین خواهش کنم با دقت اینجا رو گوش کنید چون میدونم یک قضاوت‌های عجیب غریب بعدا یه عده خواهند کرد، ولی خواهش کنم با دقت گوش کنید. فضایی که بعد از دستگیری و آزادی صادق بوقی انجام شد و بعدم صفحه اینستاگرامش رو باز کردن، دیدید که از داخل تا خارج از کشور در خیابون‌ها، در شهرها، در حتی در روستاها اومدن اون پرفورمنس صادق بوقی رو تکرار کردن و به یک اپیدمی تبدیل شد. حالا روزنامه همشهری چه لو داده؟ اینکه این موضوع صادق بوقی ترانه ساسیمانکن رو به حاشیه برد و معتقدم درست گفته. به اینجاش دقت کنید. ببینید دوستان، من موضوعم رو در مورد ساسیمانکن گفتم. ساسیمانکن محبوب نسلی از جوانها و نوجوانهای ماست، یک نبوغ خاصی در ساختن آهنگ ها و اشعار کام ظاهرا از پیش پا افتاده ترین کلمات و موضوعات، ولی چیزی که بلا فاصله همون حرفی که خامنه ای زده بود که برید یک سرود خوش مضمونی درست کنید که بچه ها تو خیابون که را میرن تو مرز گرامرن بخونن، واقعا ساسی این هنر رو داره. ببینید من وارد محتوا نمیشم دوستان، دقت کنید، دارم شکلی بحث میکنم. تمام آهنگ هایی که ساسی خونده میدیدید که تبدیل میشه به آهنگ خوشمضمون اول برای نسل های مختلف. حتی مثلا در مورد جنتلمن، وزیر وقت آموزش و پرورش اومد گفتش که برای ما یک معضل شده این مسئله که بچه ها تو مدارس هر فرصتی پیدا کنن این رو میخونن و سایر آهنگ هاش. حالا این آهنگ که با اینکه خود ساسی گفته برای بالاتر از 18 سال، ولی کی میتونه کنترل کنه در این دوره دنیای فعلی، کی میتونه کنترل کنه که چه کسانی گوش میکنن و چه کسانی رو ورد زبونشون میشه و همون آهنگ خوشمضمون میشه که خامنه ای حسرتشو داره، پول فراوانی هم خرج میکنن، ساسی با خرج بسیار کمتر صدها برابر مخاطب پیدا میکنه و در واقع صدها، شاید هزار، صدها هزار نفر به صورت اتوماتیک این رو بازنشرش میکنن. خب این آهنگ هم همین بود، لازم من عرض کردم، اولش هم توضیح دادم. یک ویژگی که این آهنگ داره در آهنگای قبلی نبود، نوع مذهب سواری جمهوری اسلامی رو به چالش میکشه و
طبیعتا هم وقتی هر کس میگه آمین یا رب العالمین و یادش میفته که چه کسانی در کشور دارن از این نوع ادبیات و این نوع بازی ابزار در واقع ابزار سازی از مذهب و احساسات مذهب استفاده میکنن، خب برای حکومت خیلی سنگینه و اینا همچنان دلشون میخواد که بخشی از جامعه اینها رو به عنوان الگوی مذهبی قبول داشته باشن. تعارف نداریم که میزان افرادی که همچنان به مسائل مذهبی پایبندی دارن روز به روز داره در ایران کمتر میشه، یا اگرم پایبندی دارن نوع رابطه خاصی بین خودشون و خدا دیگه تعریف میکنن. در قالب هایی که اینها تعریف کردن، حالا یا دروغ یا راست یا سالها مردم فریب دارن، از این قالب ها اکثر افراد خارج شدن. ولی جمهوری اسلامی اصرار داره حالا حداقل هر چقدر از این افراد که موندن اینا رو دیگه از دست نده. و این کاری که ساسی کرده و میگم وارد یک حوزه شده که برای یک سری خواسته های ظاهرا نامطلوب و مثل کاری که جمهوری اسلامی میکنه که مثلا ترویج میکنه، حکمش حرام میده خامنه ای برای افشاگری فساد انگلزاده ها. این کاری که ساسی داره میکنه که اونجا برای این که مثلا نمیدونم شماره 85 آرزو میکنه بعد آمین یا رب العالمین میگه، دقیقاً کپی برداری از کار خامنه ای، نه کپی برداری، در واقع افشاگری و رسوا کردن کار خامنه ای، که شما از یک ابزار مذهبی استفاده کنی برای توجیه کثافتکاری خودت یا برای توجیه خواسته های شخصی خودت. حالا من نگم الزاما همش کثافتکاری در مورد اون آرزوهایی که در آهنگ ساسی هست، ولی این برای جمهوری اسلامی خیلی صدمه داره. و کاری که صادق بوقی در واقع پروژه صادق بوقی برای جمهوری اسلامی ثمره داشت، روزنامه همشهری لو داده که نوشته مثلا صادق بوقی، حالا صادق بوقی که جمهوری اسلامی دستگیرش کرده، اینستاگرامش بسته، 4 تا مغازه رو کلمب کرده، 11 نفر دیگه هم به خاطرش بازداشت کرده، میاد میگه این صادق بوقی ساسمانکر رو ضرب فنی کرد. این صفحه اول همشهری، حالا براتون میذارم اینجا ببینید. از نظر من این چیزی که روزنامه همشهری به عنوان عرض می‌کنم، به عنوان هم فاسدترین و هم ابله‌ترین جریان رسانه‌ای حاکم در کشور لو داده، بخشش اینه که آرزوی حکومته که یک مسئله مثل حالا حتی مسئله صادق بوقی که خیلی هم با جریان قالب دولت رئیسی که با هر نوع شادی و نامخالفت می‌کنن خیلی هماهنگ نیست، ولی آرزوشون اینه که از این طریق بتونن مسئله ساسمانکر رو ببینیم. دوستان من میدونم الان یه دمی آقا تو طرفدار ساسی شدی، من نه مخالفم نه طرفدار، اما واقعیت رو میخوام بگم. تجربه نشون داده که اولا آهنگ‌های ساسی خیلی به صورت گسترده فراگیر میشه، و ثانیا این آهنگ به خصوص شاید در نظر برای اولین بار بعضی از ابزارهای حکومت رو به روخش کشته که از مسائل مذهبی هستن، ریش بلند ساسی یا تسبیحی که دستشون میگیرن آمین یا رب العالمینی که میگن. این عرض میکنم شاید بهترین نمونه برای این که بگیم این آمین یا رب العالمینی که در برابر آرزوهایی که در آهنگ ساسی مطرح میشه چیه، همین فتوایی که اخیراً از خامنه‌ای منتشر شد که اگر ببینید شما عنوان حرام شرعی رو استفاده کنی برای افشاگری فساد انگلزاده ها، یعنی این که شما چون قدرت داری میتونی حکم حرام و حلال بدی، بیای چیزی که باعث رسوایی خودتون هست رو حرام اعلام بکنی، بگی این رسوا، این رو نباید افشا کنید چون اگر افشا کنید ما رسوا بشیم، حرامه چون باعث تضعیف نظام میشه. این عنوان اون تیکه آمین یا رب العالمین که من معتقدم این تیکه به همین جهت اسم آهنگ جدید ساسی رو من گذاشتم آمین یا رب العالمین، برخلاف خودش گفته برادران لیلا، من واقعا حالا اونم به نظرم سیاسی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی رو فیلم برادران لیلا هم حساسیتایی داشت، بعضی از نمایندگان مجلس اظهار نظر کردن غیر روزاره، ولی به نظر من اگه تلاش کنیم اسم آمین یا رب العالمین رو بذاریم به هدفی که معتقدم مستتر هست در آهنگ ساسی نزدیکتر خواهیم شد. من عرضمو تموم کنم، ببینید اولا مراقب باشیم مسئله صادق بوقی و ساسی، مسئله فسادی که حالا اون 3 میلیارد دلار یکیشه فراوون هست، یکیشو من دیروز در لایوم گفتم که همین بحث قانون افزایش سن بازنشستگان و افزایش سالهای خدمت بازنشستگان که جالبه نایب رئیس مجلس اومده گفته که من نفهمیدم موضوع چی رأی دادم، اگه میفهمیدم رأی نمیدادم، و یه نماینده قم آقای امیری گفته که من رفته بودم از میزم کنار یه نفر اومده به جای من رأی داده. حالا من اینو دیروز تو حرفام دقت نداشتم، بعد که تموم شد
متوجه شدم که این دو نفر هم زنوری نایب رئیس مجلس هم امیر جفتشون نمایندگان قم هستن. حالا مردم قم خلاصه باید یه فکری برای خودشون بکنن که حالا اوناشون که حتی رأی میدن که ببینیم چه کسانی رو واقعا اگر من جای اون کسانی که در قم رأی دادن بودم از شرمندگی آرزوی مرگ میکردم که همچین آدمای کم فاسدن هم جنایتکارن و اینقدر وقیح در افشای بلاهت خودشون. حالا این مسئله هست، میگم چای دبش هست، این مسئله بازنشستگان هست، بودجه عجیب و غریبی که فرستادن، این که سال آینده تورم بسیار وحشتناکی خواهیم داشت بر اساس برنامه‌ریزی که دولت کرده و حالا فعلا مجلس برای اینکه خودش تبرئه کنه چون انتخابات در پیشه برای همون باقی مونده آرایی که دارن، مجلس بودجه پیشنهادی رئیس رو رد کرد و جالبم است علت رد کردن اینه که بودجه کسری فراوان داره، حالا اسم جدید گذاشتن ناترازی، در حالی که رئیسی ادعا کرد که این بودجه ناترازی‌ها رو از بین می‌بره. یعنی ادعای اصلی رئیسی با رأی منفی مجلس منتفی شد. حالا این مسئله همه رو داشته باشید، اینا دلش برش نمیاد که مسئله صادق بوقی، به ویژه مسئله صادق بوقی مسئله پوشش بده، اما یه هدف فرعی هم دارن به گمان من نشون میده که جمهوری اسلامی بعدش نمیاد که مسئله صادق بوقی سوار بشه بر آهنگ سیاسی. و به همین جهت برخلاف نظر خلاصه قلبی خودم که خیلی شخصا آهنگ‌های سیاسی رو نمی‌پسندم، معتقدم باید ترویجش کرد، به دلیل اینکه وقتی جمهوری اسلامی از یه چیزی وحشت میکنه، خیلی صریح بگم من دیگه برام یک شاغول‌ها و یک ابزارهای سنجش جدید درست شده که هر چیزی که جمهوری اسلامی باش مخالفت میکنه من تصور میکنم حتما یه خیلی درش هست که جمهوری اسلامی باش مخالفت میکنه، من باید ببینم از اون طرف از اون کار حمایت کنه. حالا به این غلیظی هم نه، ولی تصور میکنم این که روزنامه همشهری تلاش کرده، یعنی آرزوی خودش رو در قالب اون تیپی که نشون دادن گذاشته، یعنی که روند اعلام همراهی با صادق بوقی که من موافقم، یعنی واقعا تو دهنی به جمهوری اسلامی زد که هم فرمانده ناحیه انتظامی گفت هم امام جمعه گفت که اینا هنجار شکنی کردن، حالا خودشون دارن ترویجش میکنن، اما این پدیده در ذهنی که ما هم ترویجش کنیم برقصن افراد در سراسر کشور اینو مخالفت علنی با جمهوری اسلامیه، اما مراقب باشیم که آرزوی جمهوری اسلامی محقق نشه که میخواد این آهنگ بیاد مثلا به خیال خودشون آهنگ، در واقع این روند این پرفورمنس من مذارم میخوام صادق بوقی بیاد آهنگ ساسی مانکر رو ضربه فندی کنه. و از همه مهمتر مراقب باشیم این دو موضوع، بحث هایی که معتقدم حتی دیگه طرفداران جمهوری اسلامی رو هم مسئله دار میکنه، مثل مسئله چای دبش اصلا مسائل، این دو موضوع ساسی و صادق بوقی اون مسئله بزرگتر رو که همه افراد رو تحت شعاع تحت تاثیر قرار میده اون تحت شعاع قرار نده. ببینید الان حتی خانواده مذهبی هم که طرف اونایشون که راند خور نیستن و حالا به دلایل مذهبی از حاکمیت دفاع میکنن، یا اون کسی هم که میاد میگه که ما از تجزیه ایران میترسیم، بفهمن که با این وضعیت وقتی کشور اینقدر فقیر شد تجزیه هم دنبالشه، اونم که مذهبی بفهمه که وقتی که سران کشور اینقدر فاسد شدن و اینقدر دروغگو، رئیس بالاخره ببین دوستان از بین رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور که هر دوشون هم ظاهرا مجتهد هستن و آدم مجتهد عادل باشن، یکیشون دروغ میگه، رئیسی میگه پرونده 60 متخلف رو 60 متخلف رو برکنار کردیم، پروندهشون رو فرستادیم به قوه قضاییه، محسن اجرایی کرد تو یک نفر ما معرفی نکردن. خب این چیزا حتی خانواده مذهبی تحت تاثیر قرار میده و جمهوری اسلامی، گفتم دقت کنید من نمیگم جمهوری اسلامی خودش طراح این پروژه هاست، اما این هنر رو داره که از بعضی اتفاقات و پروژه ها سوء استفاده کنه برای پوشاندن رسوایی خودش. موفق باشید. بر اساس گزارش رسانه ها، هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه عفاف و حجاب رو تایید کرد تا این لایحه جنجالی یک گام دیگه به اجرا نزدیک بشه. بر همین اساس هیئت عالی نظارت مصوبه اصلاح شده مجلس در خصوص لایحه عفاف و حجاب رو مغایر با سیاست های کلی نظام ندونست. با این حال شورای نگهبان هنوز نظر خودشو درباره نسخه اصلاح شده لایحه اعلام نکرده. اونطور که در گزارش رسانه‌های رسمی در ایران اومده، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی پیشین لایحه عفاف و حجاب 5 ابهام و مغایرت را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده بود. بر همین اساس مجلس با انجام اصلاحاتی در مصوبات خود ایرادات را برطرف کرده. مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی در نشست روز شنبه 29 مهر خود دو ماده از لایحه عفاف و حجاب رو مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده بود.
با تایید مجمع تشخیص مصلحت اجرای لایحه عفاف و حجاب تنها منتظر نظر شورای نگهبان تا اجرای اون رسمیت پیدا کنه. با این وجود بسیاری از موضوعاتی که در این لایحه گنجونده شده طبق گزارش‌های منتشر شده همین حالا هم در حال اعمال توسط نیروهای انتظامی و قضایی است. سخنگوی شورای نگهبان روز سه‌شنبه 2 آبان اعلام کرده بود که مصوبه حجاب و عفاف که شهریور ماه از سوی مجلس شورای اسلامی برای بررسی نهایی به این شورا ارسال شده بود، بعد از بررسی در 10 جلسه کارشناسی برای رفع ابهامات و ایرادات به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد. امیر حسین یزدان‌پناه رئیس اداره اخبار مجلس 9 آذر ماه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از ارجاع لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان خبر داد و نوشت برخلاف برخی از اظهار نظرها لایحه عفاف و حجاب پس از رفع ابهامات شورای نگهبان در 6 آذر به شورا ارجاع داده شده. لایحه عفاف و حجاب که در 9 ماده از سوی قوه قضاییه تهیه و به دولت و سپس با 15 ماده به مجلس ارائه شده بود، پس از بررسی در کمیسیون قضایی و حقوقی با تصمیم مجلس از طریق اصل 85 قانون اساسی با 72 ماده به تصویب رسید. این لایحه با انتقادات گسترده در داخل و خارج از ایران روبرو شده. تعدادی از گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله جاوید رحمان تصویب این لایحه را محکوم و خواستار لغو فوری اون شدند. خب عزیزان، به انتهای این برنامه رسیدیم. همراهی شما باعث افتخار ماست. لطفاً نظرتون رو توی کامنت‌ها برای ما بنویسید و این ویدیو رو با دیگران به اشتراک بگذارید.